خب بریم ببینیم فایل ایلستراتور رو ایمپورت بکنیم ببینیم این چطور میشه. خب من میام فایلمو انتخاب میکنم، حالا نحوه ایمپورت کردن فایل یا بود که دراپش میکردیم یا که دبل کلیک میکردم یا کنترل آی میزدم، اینا نحوه ایمپورت فایلمون بودن. خب فایل ایلستراتور رو انتخاب و وقتی ایمپورت میکنم دیگه مثل فایل پی اس تی از من نمیپرسه که کامپوزیشن باشه، فوتیج باشه، یا مثلا لایر سایز باشه، چجوری باشه، یا اینکه لایرشو میخوام. اینه برای من کلا مثل یک عکس آورد. چرا اینطور میشه؟ چرا این سوال رو نپرسید؟ پس جای کار مشکل داره. خب من میرم این فایل رو توی نرم‌افزار مادرش همون ایلستراتور باز میکنم. خب کسایی که ایلستراتور کار کردن میبینن که این فایل الان لایه بازه، قشنگ جدا میشه و من دسترسی به تمامی آبجکت ها دارم. پس چرا توی افتر افکت اینطور به من نشون میداد؟ مسئله که اینجا هستش این که افتر افکت به این لایه نگاه میکنه، میگه که تو الان یک لایه داری که همه اینا داخلشه. خب پس ما باید اینجا لایه هامونو درست کنیم. یه نکته ریزم برای نمزا بهتون بگم، من میام رو لایه اصلی سرشاخه کلیک میکنم، در این قسمت بالا این گوشه میام ریلیز تو لیرز سیکونسر میزنم. اینه که الان همه برای من به سطح لایه آورد. اینا رو انتخاب میکنم، نحوه انتخابشون رو به جای که کنترل بگم تک 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 اینا رو بیام بزنم چیکار میکنم، میام یکی اول بالا رو انتخاب میکنم، دکمه شیفت رو میگیرم و آخر رو میزنم و اینا رو میگیرم میارم بالا. الان میبینین که قسمت اصلی برای من لایه اومد بیرون و درست میشه. خب من این فایل رو سیو میگیرم. خب سیو شد، حالا میبندمش و دوباره من اینو ایمپورتش میکنم. اینو هم پاک کنم که ایمپورتش میکنم. الان برای من آورد که به صورت فوتج باشه، کامپوزیشن باشه و اندازه داکیومنت سایز باشه، لایر سایز باشه. من اوکی میزنم. یک نکته در مورد فایل ایلستراتورم بهتون بگم. فایل ایلستراتور اینطوری که ایلستراتور کلا نرم افزار برداریه و مثل فتوشاپ پیکسلی نیستش. یعنی اینکه شما من بیان صداش بکنم این آبجکت رو، خب هر چقدر زومش بکنی، هر چقدر بزرگی، حالا چه آبجکت بدی هم انتخاب کردم، مثلا این، هر چقدر بزرگش بکنی مثل فتوشاپ پیکسل نمیشه. حالا ببینین به صورت برده، ولی اگه همین یه ذره که در این داره مثلا پیکسل میشه، ما اینجا یک سویچ هایی داریم که حالا تو جلسات بعدی بهش میپردازیم، ولی خلا یک سرش توضیح بدم. اول اینکه در مورد ویزیبل آن ویزیبل مثلا دیسیبل، چشمی که دیده بشه دیده نشه لایه‌مون. نها کنین الان این لایه که من روش انتخاب کردم دیده بشه دیده نشه. سویچ بعدی، خب ما اینجا ویدیو نداریم که صدا داشته باشه، صداشو وصل کنیم قطع کنیم. این یکی اسمش هست سولو. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه پروژه داری، مثلا الان خب لایه خیلی داری و فقط میخوای روی یک لایه کار بکنی، میای چیکار میکنی؟ میای اون لایه رو سولو میکنی، یعنی فقط و فقط اون لایه دیده بشه. سویچ بعدیمون در مورد خب لاک کردن قفل، مثلا من یه بگیران دارم و دستم وقتی بهش میخوره این تکون میخوره، میگم خب اینو لازم نداره، یا مثلا یه انیمیتی انجام دادم و گفتم خب این کارش تمام شده دیگه، اینا لاکش میکنم و من به هیچ عنوان هیچ تغییری دیگه من به این حد و ترانسفر باکس این لایم هم دیگه انتخاب نمیشه. چرا؟ چون لاکه. یک سویچ دیگه اینجا داریم که بهش میگن حالا
شایع کردن یا اینطوری بهتون توضیح بدم که شما در قسمت این تایملاینتون، خب در اینجا مثلا لایه زیاد داری، انیمیشن زیاد کردین و این لایه ها دیگه لازم نداری، مثلا اینجا شلوغ شده و دسترسی به لایه دیگه نداری، میای چیکار میکنی؟ میای اون لایه رو اینجا شیش میکنی. حالا چرا اینجا این چیز نشده، اعمال نشده؟ ناکنه قضیه مثل کنتور برق و پریز برق توی خونه. شما وقتی پریز رو خاموش روشن میکنی خب اعمال میشه. چرا؟ چون کنترلت روشنه. ولی اگه کنترل رو شما قطع بکنی، وقتی میخوای پریز رو قطع وصل کنی هیچ اتفاق واسط نمیفته، چون کنترل خاموشه. اینجا ما هم یه کنترلی داریم برای اینکه اول کنترلش رو روشن میکنیم و بعد این شیار رو میزنیم. ببینید از تو قسمت لایه من داره کم میشه، اینا پاک نمیشه، فقط برای مدیریت کردن لایه‌هاتونه. حالا اگه من اینو بیام اینجا بزنم دوباره همه لایه من دیده میشه. خب حالا چیزی می‌خواستم بهش بپردازیم، سویچ اینجاست که حالا شبیه خورشید ستاره است. من روی لایه کلیک میکنم و این تیکو میزنم. ببینید چقدر تفاوت ایجاد شد. من اگه هر چقدر اینم بزرگش بکنم از کیفیت لایه من کم نمیشه. نگاه کن قشنگ حالت چیزش حفظ شده، وکتوریش. تفاوت لایه ایلستریتور با لایه پی اس دی فتوشاپ اینجاست. شما تو لایه فتوشاپ اگه زومش بکنی، بزرگش بکنی، میبینی که حالت پیکسلی پیدا میکنه. اینم از درس